افتخار میکنم که کارگر نیشکر هفت‌تپه‌ام، چون تمام دنیا منو میشناسه و به کارگر خودت بودن افتخار کن، مخصوصا کارگر هفت‌تپه، مخصوصا کارگر هفت‌تپه. بچه ها تازه هم از یه مقداری از داخل باز اومدن، باز هم دستتون درد نکنه، همه با همیم توی مسیریم. نمیدونم بگم آقا، حالا ما نخواست از این بابت از تشکر میکنم، اما چون ما هممون توی سنگریم و توی جبهیم، درود به شرف همتون. این برادر، ما مسالمت آمیز قرار بود که بیان بریم سر کارمون، اما نمیخوان بذارن ما بریم سر کار. گوش کن، نمیخوان که ما الان کارگرا بیرونیم، امنیتی ها داخلن، برن کار کنن. ما کارگریم، باید سر کارمون باشیم، ولی متاسفانه الان در شرکت بسته شده به این منوال و نیروی انتظامی داخله و کارگری که الان باید تو کارخونه دنبال اوورهال کارخونهش باشه و کارخونه رو تعمیر بکنه که هر چه سریعتر به بهره برداری برسیم، اینا نمیخوان بذارن ما کار بکنیم و الان ما اومدیم بریم سر کارمون نذاشتن. پس این که میگن آقا کارگر نمیخواد کار بکنه، همه شاهد باشید و دارید میبینید، ایو الناس، این یه دروغ بیشتر نیست. ما میخوایم بریم سر کار، نمیذارن، نمیخوان کار بکنن. 4 سال راجع به اهلیت، عدم اهلیت مدیریت و اهلیت مالی داریم از این آقایون صحبت میکنیم، حالا هم همه دارید میبینید و همه دارید میشنوید. آقا ما میخوایم بریم سر کار، کار بکنیم. این هفت‌تپه مال منه، مال توه، مال هیچ کس نیست و رو هفت‌تپه هم با هیچ کس، هیچ شخصی، نمیدونم اسدبی یا محمدی، هر کسی میخواد باشه، هر شخصی، نمیدونم تو بگو تقی نقی، هر کی، ما با این قضیه، با خصوصی سازی نوش توی قضیه مشکل داریم و مذاکره راجع به هفت‌تپه منفعت کارگر با هیچ کس صلح و سازشی نداریم. اینه توی قضیه شک نکنین. ما هرچه هست قانون، ما به قانون احترام میذاریم.